کنم. So, از آقای سمبورگی 37 دقیقه پیش: Solana Ventures, Lightspeed Ventures partners and FTX launches a $100 million gaming fund. Wow. So, اگه دیروز پیش من بودین میدونین که من دیروزم بهتون گفتم FTT خیلی کارهای بزرگ بزرگ داره میکنه. باز دوباره همین 37 دقیقه پیش $100 million داد برای گیمینگ. دیگه come on man, wake up. دارن کمک میکنن که این شرکت هایی که گیمینگ هستن زودی برن، زودی بجوم کریپتو پلی تو ارن بکن دیگه. حالا جالبیش اینه شرکت لایت اسپید یکی از این شرکت هاست که اینوست کرده برای اپیک گیمز، فورتنایت، همون فورتنایت که همتون که میشناسین دیگه، و همین شرکت پارتنر کرد به FTT. پس I'm predicting this. Financial advice is a prediction. که از سال دیگه دسامبر میبینی که فورتنایت خودش اعلام میکنه که میخواد با FTX، همون FTT، پارتنر باشه. اگه یکی از پارتنرهای خود فورتنایت داره این کار رو میکنه، پس بدون که سیفش آپشنش اینه که بره پیش FTX. برای چی؟ American company, American owner، همه چیزش امریکاییه و قانونم دوستش داره، همه دوستش دارن. اوکی. خبر دوم از آقای ویلیام سوپرگ 42 دقیقه پیش: Bitcoin only needs to break 64,000 to run to new all-time highs. Duh. So باز دوباره این انالیست ها منم بیرون که میگن اگه 64,000 تا بزنه 70,000 تا رو روز بعدش میزنه. Duh. دیگه کسی همه اینو میدونستن. دیشبم گفتیم که توی چارت یه سپلای سکویز میاد که یه پامپ خیلی بزرگی تو روزانش هم میده. با این حرف که دیشب زدن، امروزم پلان بی اومد گفته حاضر باشیم برای کندل روزانه بیت کوین که بالای $10,000 باشه. Well, من $10,000 روزانه شاید بزنه، اما من هفتگی $10,000 تا رو دیدم، اما روزانش هم بزنه، یه روز بزنه $10,000، واو چه خبری بعد براش بیاد که تقریبا میکشش all the way to $72,000 که تارگت کوتاه مدتشه، که کم کم میرسیم که اگه واقعا اینجوری باشه پس پلان بی درست گفت همه چیزو. واقعا میکشیم خودمون رو به 90,000 تا 108,000 تا. او مای گاد، یو نو، خیلی بولیش میشیم برای این مارکت. حالا در مورد این چارت رو میگیم، بریم برای 24 ساعت امروز. خیلی چیزا امروز تو سودن، خیلی 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 خیلی. اولش میخوام بگم که بزرگترین سود این مارکت CRO بود. یه مبارک میگم به همه بچه‌ها که توی VIP من بودن که CRO خریدن. من بهتون تقریبا یک هفته پیش بهتون گفتم CRO بخرید. ولی توی این یک هفته 80% سود کردین، امروزش هم 30%. دومین کوین که پامپ کرده کادنا هست، 22%. ICP که انقدر داد و هوا کشیدیم برای ICP، امروز 15% پامپ کرد، یه کندل مستقیم زد به بالا، هوپفلی بیشترم براش بیاد. فانتوم 12%، نم 12%، وی چین 11% امروز رفت بالا. باز دوباره مبارک میگم. بایننس کوین، ما 5 روز پیش گفتیم بایننس رو بگیریم، بی ان بی رو بگیریم، چون تارگت منم بالای $600. حالا یه دونه تارگت هم زد، 650 هم دارم نگاه میکنم، 800 هم دارم نگاه میکنم، 914 هم دارم نگاه میکنم. حالا کیشو میزنه نمیدونم، اما میدونستم به کوتاه مدت 600 تا 650 تو میزنه، که دیدیم که امروز زد. obviously به کوینای جدیدم که مثل واندرلند مدت بیرون امروز تو تاپ 100 که 9% پامپ کرده. چین لینک که یه ویدیو ساختیم، ترا و تزوس. تزوس دیشب من گفته بودم، دیشب تو توییتر گفتم before که این پامپ این کندل دیدی، obviously من نمیدونم چجوری میگم، before من یه چیزی اعلام میکنم مستقیم یه کندلای اینجوری تو صف میزنه دیگه، is crazy. آدمایی که فالو میکنن منو ده میلیون میذارن یه کندل اینجوری میزنن به هوا. تزوس دیشب، او مای گاد، دیشبش کجا بود این قیمت دیشب؟ جیز، بذار من بکشمش 24 ساعته. دیشب تقریبا همینجا بود و همین امروز 8% پامپ کرد، اما به 8% یه توکنی که به این جوری خیلی زیاده. obviously تزوس یه تارگت خیلی بلند مدتی هم براش داریم،
که میره بالا، حالا بعدم باید در موردش صحبت میکنیم. و ببینید کیا ضرر کردن توی مارکت، چون ضررهای مارکت هم یه ضرر هستن. ببینید کیا ضرر کردن: امپل فورف 14% ضرر، سند 13%، مانا 9%. اوبسی ما مانا رو گفتیم 300% رفت بالا دیگه، ریخت. اولمپوس 10% ریخت، خیلی مشکل داره پیدا میکنه این توکنه. نکسو 7%، سپل توکن 5%، میکر، پولکا دات. کوینایی که پامپ کردن تو این 7 روز اگه ببینیم، میبینیم که بیشتراشون مثلا 30% پامپ کردن، 40% و امروز دارن 5% ضرر میدن. مشکلی نی، چیزایی مثل پولکا دات اول تایم های زده، بعد داره استراحت کنه دوباره میره بالا. اوکی. و آف کورس سینفتیکس هم یه چیزای خوبی هم براش داره میاد و سی آر وی. اوکی. پس ما دیگه میریم برای آنچین دیتای امروز که میبینیم امروز 200 بیت کوین مردم فروختن. 200 تا چیزی نیست، میتونه زودی عوض بشه نظرشون، اسپیشال اگر الان شد 25 تا. میبینی حالا میدونیم که این میره منفی، مردم میخرن، اما 65000 تا ایتریوم امروز مردم خریدن. 65000 ایتریوم. یادتون باشه که من داشتم جیغ میزنم که تارگت 6000 تایی، حالا کم کم هم به این نتیجه هم میرسیم. اما به کوینای دیگه ببینیم چی شده. ولی میبینیم امروز کریپتو مارکت تقریبا 50 میلیون پول جدید وارد شده. مردم دارن یه ذره لینک میفروشن، دیدن یه ذره سود گرفتن، 2 دلار سود گرفتن، میگن با خسته شدیم بفروشیمش بره. منا رو دارن میخرن، یونیو دارن میخرن، انجینو دارن میخرن، او ام جی رو دارن میخرن. اما به کوینای که پامپ کردن مثل سوشی، کام، اس ان ایکس، سی ار وی، بعد یه ذره دارن میفروشن، میگن سیو سود کنن و خارج شن. اوکی. اما بیشتر کوینای دیگه دارن انجوری خریدای بزرگ و بزرگ دارن انجام میدن که میدونن که تو سود میرن. سو میریم برای چارت. اوکی. چون چارت امروز خیلی مهمه. سو دیشب که گفتیم که اینجا یه سیمتر تراینگله و نظر من این بود که اینا اصلا بریک داون نمیکنه، چون آن چین دیتا میگه همه چیزش اوکیه، مردم دارن خرید میزن، نمیتونیم بگیم که میریزه، خیلی زوده. اسپیشلی به روزانه نگاه میکنیم، میدونیم که حالا داره یه ذره فلیپینگ میکنه، اما این که موقعی که دوباره این خودش رو بکشه دوباره بالا، میدونیم که مارکت دوباره پامپ میشه. حالا شاید این دابل ولیوم بریک داون بکنه، اما it's not bearish، یه ذره کنسولیدیشن داره میکنه. ببین قیمت آلتا که دارن همشون امروز آل تایم های میزنن برای چیه؟ چون از اینجا تو این 16 روزه استیبل بود بیت کوین، بالای 60000 تا بود و همه آلت کوینتون پامپ کردن. حالا پامپاتون هنوز پامپ نشدن، هنوز اینجا نرسیدین که پامپ میگیم پامپ پامپ. بذار اینا بریک آپ بکنه، آلت کوینتون به اندازه دلاریتون هم میره بالا، اما به اندازه بیت کوین پرتون میاد پایین. اما موقعی که اینم بریک آوت بکنه، به اون میگیم واو، آلت کوینتون هم یه ذره بیشتر رشد میکنن. اوکی. حالا بیشتر از اینم میرن. سو ما باید هممون سب بکنیم که تقریبا کی تموم میشه این. 1 روز، 2 روز، 3 روز، 4، 5. 5 روز دیگه حالا ما میگیم اتفاقش میتونه همین امروز بیفته، چون 70% ایپکسشو خورده و نتیجه بعد همین امروز یا فردا باید بگیریم. بیت کوین میخوای کجا بریم؟ well، یه کاری که ما میتونیم الان بکنیم که میتونیم بریم به کوتاه مدت، میبینیم که تو 4 ساعته میخواد پامپ کنه. اگر همین خط اینجا رو ببنده تو این 4 ساعته، 2 ساعت دیگه مونده. اگر همینجا رو ببنده تو این 3 ساعت، 2 ساعت و نیم، 3 ساعته میرسه به 63243 تا، اگر همینجا ببنده تو این 2 ساعته. اگر همینجا نبنده، حالا یه ذره ادامه میدیم تا ببینیم تا چی میشه. اینم به کوتاه مدتش، به کوتاه مدت داره میگه پامپ میخواد بشه. اوکی. سو میریم به کوین بعدی، ایتریوم. ایتریوم نگاه میکنیم که میبینیم که ایتریوم داره کم کم داره تو این رنج، میتونه یه بول فلاگ هم بسازه از این رنج که خودشو ادامه بده به روند بالا. اگر هم اینجا نمیتونه دیگه، اگر همین جاها رو، حالا اینجا که نمیتونه، یه ذره بالاتر باید بره. اگه تونست خودش رو بکشه بالا، اگه تونست، حالا میدونیم یه ذره رنج باید بکنه، یه ذره خستگی، اینقدر آل تایم های جدید زده، بعد یه ذره بیفته دیگه. اینجا دارن مردم دارن اوبیسی میبینی که 65000 تا امروز خرید کردن از ایتریوم، پس ما میدونیم به آنچین دیتاش مردم دارن خرید میزنن.
که میبینین که تارگت کوتاه مدتش اگر از اینجا بیاد بیرون 5000 تا، حالا 5000 تا واقعا نیست، بذار بهتون دقیقا بگم 4969 دلار. حالا 5000 تا نیه، اما چی این 3-4 دلار، اما تارگت 1.61ش همون 6000 دلاره. اوکی اما یه چیزی که بگم، آدمایی که میخوان ایتریوم رو اینجاها بخرن، ریسک به ریوردت، ریسکت خیلی زیاده. نه همینه، I don't really recommend it، اما نظر not financial advice، هر کاری دلتون میخواد میتونی انجام بدین، اما من بودم اینجایی اصلا یه دونه ایتریوم هم نمیخرم، خیلی گرون، unless میخوای یه گسفی جایی بدی که اوکی. حالا میریم به کوین بعدی که ایدا هست. اوکی ایدا رو تو صرافی بایننس نگاه میکنیم که همه دارن دوباره ایدا رو صحبت میکنم، دارم اینجوری میبینم، میگن همه دارن میگن ایدا 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 ایدا، obviously ایدا داره رنج میکنه، اما داره تموم میشه این رنجش دیگه، تو 4 ساعت هم داره میگه تموم شده، تو 4 ساعت هم داره میگه ریورسل هم داره میاد براش، یه پامپ میخواد بیاد براش. well اگه این پامپ بیاد برای کوتاه مدت ایدا همینجا ببنده تو این 2 ساعته 2 دلار و 3 سنت، 3 سنت از اینجا میره بالاتر، اگه اینم بشکنه یه تارگت بلند مدت داره که میکشه خودش تا 3 دلار. حالا چند تا از این آنالیستا گفتن ایدا میتونه 4 دلار برسه، اما من به چارت دارم نگاه میکنم میگه 3 دلار. حالا بالاتر بره اولد سیزن میشه، چون اولد سیزن میکشه اینا رو تو 2.618 تارگت هاشون. سو حالا میریم به کوینایی که از هفته پیش، از این چند روزه گفتیم، و ببینیم تارگت هایشون واقعی تارگت هاشون کجاست. میخوام با بی ان بی شروع کنم، بعضی میتونیم کوینای دیگر نگاه کنم، اسپشیال برای آدمایی که کوینای اونا رو خریدن، چون حرف منو گوش میکنن پر سودن دیگه، ببینیم چی شده با اون کوینا، ببینیم کجا میتونن خالی کنن یا هر چی دست خودشونه. سو اولش نگاه میکنم با بی ان بی، obviously میدونم اینجا perpetual futures contractشه. سو به کوتاه مدت بی ان بی میدونیم که تو این کوتاه مدت 4 ساعته یه اسلایی ازش میزنه، یه حالا کوتاه مدت دیگه یه ذره میکشه خوش پایین، ذره رنج میذاره، کنسولیدیت میکنه که فردا پس فردا ادامه بده با این پامپ خیلی قشنگی کرده. به روزانه هم همینو میگه، اما به روزانه میتونه فردا هم پامپ بکنه، بی ان بی میتونه حتی هم فردا آل تایم های بزنه، اما جای مناسب خرید هست دیگه؟ چون جا موندی؟ نه نیست، تموم شد، بعد سب بکنی تا بریزه دیگه، دیگه برسه به تارگت های خودش، برسه به نزدیک های همین 700 800 900 دلار دیگه، خودشو کم کم میکشه خودشو دوباره تو این 300 400 تا، پس بعد تقریبا یک ماه سب کنی با، اما میتونی پلهی خروج کنین یا دیگه، یا میتونی کلش خالی کنی به هر تارگتی بالاتر که گفتیم، اما یه ذره دیگه جون داره که بره بالاتر، اول تایم هایش هم میزنه میره بالاتر. کوین بعدی که میدونم خیلی پامپ کرده CROه، CRO هم میخوام تو خود صرافیه ببینم کدوم صرافی اینجا بهتر نشون میده، کنم بیترکس از همشون قبلی تره. آره عالیه. سو علامه که CRO دارن بهترین امروزه که خالی کنیم، میدونم خیلیاتون خریدین با این حرف من، یه واو چقدر بهتون هم سود داد، چیز من خورم هم دارم 155% اسپات اگه خریده بودین، همین موقعی که من گفتم 155% بهتون داد تو این چند روزه، چند روز بود؟ 38 روز. او مای گاد، چیزی نبود، عالیه، پامپش خیلی خوب بود، اما بدونین که به کوتاه مدتم باید بریزه دیگه. ببین آرسایش کجاست، 89 دیگه، هفتگیش هم نگاه بکنیم، هفتگیش هم دیگه تموم شد، همه چیزش داره میگه تموم شد پامپش، پس دیگه CRO بعد دیگه بریزه بیفته و یکی دو ماه هم بعد کنسولیدیت بکنه، اما هیچ بدی نداره، عالی پروژکتش، هیچ مشکلی نداره. سو کوین آخرم که دیشب گذاشتم تو توییتر من، گفتیم اینم بگیریم چون یه پامپی براش داره میاد، خود تزوس هست، دیدیم که امروز هم پامپ کرد، تو اینو میکشین. یه چیزی که اینجا ساخته بود یه کاپن هندل بود که دیشب اینجا ساخته بود، حالا داره فورمیشن دومش هم داره میسازه، بذار من بکشم به روزانه. سو یه چیزی اینجوری بود که ما کشیده بودیم،
که میتونه از اینجا یه کاپ ان هندل خیلی خوشگلی اینجا درست کنه و یه پامپ خیلی زیادی بده. اف کورس اینجا بود، ما گفتیم همینجا بود. و دومین چیز که میخواد اینجا بکنه، اگه اینو من بکشم اینجا، بذار بکشیمش کرف، نمیکشم پایین، یه کاپ ان هندل میزنه که تارگتش هم همون 11 11، حالا بگیم 11 دلار. حالا کیشو بعد بزنه، بعد اول این خط اینجا رو بعد بشکنه، این خط اینجا یه روزانه بس بالاش، میتونه برسه به تارگت بلند مدت 11. اوکی، سو اینم شد برای امروز. obviously میرم که خیلیتون پرسود هستین امروز، من اینجا دیگه استاپ